بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عرض کنم عرض سلام و ادب خدمت فرزندان خوبم و با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما و همچنین خانواده گرامی. من یه بار چون زدم زب دیگه نیازی نیست شما خارج بشید، خودم یه بار خارج شما باید چند درست میشه. خب ما گفتیم که بر اساس نیازهای مختلف مارک های مختلف شکل گرفتن. اولین مارک رو گفتیم یو اس مارک بوده که معروفه به مارک 21، یعنی الان بهش میگن مارک 21. و گفتیم که این مارک 21 یعنی ویرایش مثلا 21 مارک اینجوری میگن، اما در اصل این چیه؟ در اصل همون یو اس مارک. خب نمیگن اما جایده شما اگه خواستید استفاده کنید بگید مارک 21 که خودشون میگه یو اس مارک نمیگن، اصلا خودشون میگه مارک 21 اینجوری دقیقا اینا میگن، مثلا نمیگن یو اس مارک. خب مارک تو انگوان دقیقا بر اساس چی بود؟ قواعد فرسنسی آنگل مانیکن. دقیقا بر اساس قواعد فرسنسی آنگل مانیکن بود، یعنی اینو ساختارشم بر اساس عرض کنم خدمت شما آنگل مانیکن بر اساس چیه؟ بر اساس ISBDه. ISBD چیه؟ استاندارد بین‌المللی توصیف کتاب شناختی. درست شد؟ استاندارد بین‌المللی توصیف کتاب شناختی. این چیه تعیین میکنه؟ سه تا چیز رو تعیین میکنه. همه دقت کنید، یه سر و پا گوش بشید، یعنی حتی با چشماتون هم گوش بدید، حتی با دستان هم گوش بدید، سر و پا گوش. خب عرض کنم خدمت شما که استاندارد بین‌المللی توصیف کتاب شناختی سه تا چیز رو تعیین کرد: عناصر توصیف، ساختار توصیف، نشانه گذاری، نقطه گذاری، پانکچویشن. عناصر توصیف description elements، عناصر توصیف مثلا گفت پیداورن، عنوان، ناشر، محل نشر، ویرایش، یادداشت، اینا میشه عناصر توصیف. اینا رو تعیین کرد. مثلا گفت برای کتاب که میواد توی ISBDM که میشه مونوگراف، میگفت باید از چی استفاده کنید؟ از این عناصر. برای مجلات از این عناصر میشه. ساختار توصیف رو میگم، دو نایه اول، نایه شرح و تکرار نایه پیدا بر. نایه دوم عرض کنم خدمتون ویرایش. نایه سوم مشخصات ویژه. همینجوری این هم ترتیبش رو تعیین کرد: اول محل نشر، بعد ناشر، بعد تاریخ نشر. ساختار توصیف ترتیب این عناصر هم تعیین کرد، یعنی غیر از این که میگم این عناصر باید استفاده کنید، بعد میگم ترتیبشون هم باید این شکلی باشه. و سوم نشانه گذاری ها، خب باید بینشون هم این علائم بیان، علائم بیان که وجود داره باید به این شکل بیاد. درست شد؟ خب این آقای محسن فامیلیش هم نمیتونه از دانشجوی جدید ما، این هم عرض کنم بی زحمت راهنماییش کنم، خصوصا به اینکه بیاد توی کلاس یک مشکل داره، گفته من نمیتونم وارد شم. رو آدرس تو کروم بزنه و یوزرنیم پسورد هم بهش بگو که میتونه وارد شه. خب این میشه چی؟ این میشه مرسی ISBD. آنگل امریکن دقیقی پس این ISBD. آنگل امریکن بر اساس ISBD دقیقا، یعنی آنگل امریکن قواعد فرسنسی آنگل امریکن دقیقاً بر اساس ISBD درست شده.
یعنی عناصر توصیفی که میارن، ساختار توصیفی که میارن، نشانه گذاری مثلا قبل از ناشر دو نقطه بیاد، قبل از تاریخ نشر کاما بیاد، قبل از مثلا نمیدونم جان پدیدآور اسلش بیاد، اینا رو کی تعیین میکنه؟ اینا از آی اس پی دی ان گرفته شدن. آنگلوکن هم میگه همین کارو بکنید اما در اساس آی اس پی دی ان. ویرایش دوم قواعد فرستش آنگلوکن که ای سی آر تو میگه تو شنی ویرایش دو دقیقا بر اساس آی اس پی. حالا من اگه یه فرمت مارکی درست کردن که دقیقا بر اساس ای سی آر توه، یعنی مارک 21 کاملا مبتنی هست بر مارک بر اساس قواعد ACR2 که چون ACR2 هم بر اساس ISPD اونم ترتیبش همیشه در اومده و شما الان نشون میدن دقیقا همون ترتیب رو میدن. بعد الان گفتن که آقا بعضی کشورها من گفتم ما نمیخوایم قواعد فرستنسان استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن این قواعد آنگلو امریکن تعصبات آنگل ساکسونی پوشه، بیشتر متناسب با منابع و کتابخونه های امریکا و انگلیس و استرالیا و کانادا استفاده شده. بچه ما نظر کنید درسته یا نه اینا واقعا بین الملل ACR2 به نظر شما؟ بین المللی هم آفرین آفرین به هر دوتون، هم به هم به فاطمه و هم به مریم. دیگه بقیه نمیشه بقیه همه دارن نمیستن، همه در حال نمیشتن. بچه میتونید با چیزم صحبت کنید دیگه. آن یا سمن این وقت باده کرده میگه این اونالیه بچه رو ویرایشش کرده یا اومدن مارک های دیگه درست کردن، در اصل اینجوری ویرایش نکردن، مارک دیگه درست کردن. ویرایش که میشه هم 21 و فلان ایمان ویرایش مختلف همون استاندارد، ولی اومدن مارک های دیگه درست کردن. چرا؟ خب میتونم میکروفون استفاده کنم و هر ها گفته خب از اون استفاده کردن، یعنی چی خب از اون استفاده کردن؟ حتی خب چرا؟ حالا توضیح میدم بچه بین اون مولدی میگیم دو تا معنی داره. یه معنیش یعنی این که ویژگی های همه بافت های اطلاعاتی رو در نظر گرفته. پس یه معنی بین اون مولدی این ویژگی های همه بافت های اطلاعاتیه که مثلا از بعد جغرافیایی مثلا کشورهای مختلف، از بعد دینی بگیم فرهنگی مثلا بافت مسیحیت، بافت اسلامی و غیره رو در نظر گرفته. این چه بین المللی تو نشنا درست شد. یه معنی بین المللی از لحاظ دامنه کاربرد، از لحاظ دامنه کاربرد. حالا آنگلوکن یعنی این که تو سطح بینانه تو کشور زیادی استفاده شده. حالا سوال اینه که آنگلوکن تو از کدوم بوده این مللی حساب میشه؟ از نوع دوم. خودش بافت فقط مسیحیت رو در نظر گرفته، بافت کشورهای انگلیسی زبان رو در نظر گرفته. دقیقا اینه، یعنی گفت معنی بعد معنی اول هم درسته ها، منظور از اینترنشنال یعنی که به درد همه بافتا میخوره، بافت مثلا
ایرانی هم در نظر گرفته، بافت اطلاعاتی اسلامی هم در نظر گرفته، در که اینا اینجوری نکردن بیانگنه که نیست. شما یک کتابی اسم لویس مایچان، یکی از فرستانسان بعدی از تو فکر کنم رئیس هم بوده بخش فرستانسی کتابخونه کنگره رو که تو فارسی ترجمه شده، بنام که اسمش از فرستانسی و رده بندی. شما این کتاب رو مطالعه کنی عرض کنم خدمتتون که دقیقا در پست آنگلیکن نوشته تعصبات آنگلو ساکسونی و متناسب با بافت آنگلو ساکسون، خودش رئیس فرستانسی اینو خودش نوشته. بعد چطور کرده عرض کنم خدمت، پس نوع اول نیست آنگل آمریکا، اصلا خودش هم داره میگه آنگل آمریکن، انگلیسی آمریکایی، کاتولیک امروز، قواعد فرستنسی انگلیسی آمریکایی، نه اینترنشنال کاتولیک امروز، خودش هم داره میگه. وقتی هم بهشون میگه ما برای خودمون درست کردیم، قواعد خودمون. چرا کشورهای دیگه استفاده میکنن اگه مال انگلیسی آمریکایی، در حالی که خیلی از کشور هم دارن الان آنگل آمریکا، اصلا کشور خودمون دارن استفاده میکنن، قواعد دیگه ای ندارن، این هم استفاده نکنیم چیکار کنیم؟ مثل اینکه مثلا بگید که فلان کشور چرا همش از ماشین کشور بیا استفاده کنه، خوش دولت ماشین نداره. درست هم خب، پس چون قاعده ندارم یا اصلا استفاده میکنم، آیا توصیف مناسبی از یعنی سازمانده مناسبی از منابعشو انجام چه خیلی؟ چرا به خاطر اینکه دیگه بومی اونا رو که در نظر نگرفته. ردبندی کتابخونه کنگره امریکا مخصوص کتابخونه کنگره درست شده، اسمش هم روشه. بچه هنید مثلا تاریخ امریکا دو تا رده مستقل از 21 رده اصلی، دو تا رده EF ماله تاریخ امریکاست، تاریخ عمومی، تاریخ بومی. چقدر آمریکا قدمت داره؟ 5500. بعد کل آسیا رفته توی DS که کشورهای مثل چین، مثل ایران، اینا توشن که بیش از 10,000 سال وجود دارن. و بعد عرض کنم ایران با بیش از 10,000 سال تاریخش رفته توی DSR. بچه نامو گه چرا میگه من اصلا من درست نکردم، من شما میکنم که کتابتون خودم درست کردم متناسب با منابعی که دارم، معلومه من توی کتابخونه خودم کتابای تاریخی امریکا رو بیشتر دارم و اونا رو اولویت میدم، شما میخواید برای خودتون درست کنید. چرا ما استفاده میکنیم؟ نداریم. اگر الان هم گرم کنیم کجا بذاریم کنار، ببخشید بدوندی کنگر بذاریم کنار چکار کنیم؟ اگر الان آنگل آمریکن رو بذاریم کنار چکار کنیم؟ حالا البته آنگل آمریکن مشکلش هر شده، استاندار RDA اومده اینترنشنال. مثلا چکار کردن؟ مثلا اون موقع خانم باراتی لگم بود، مدیرشون بود، رفتن اول گفتن بیان ایران، گفتن بیان ایران چند روز میمونیم، یه کنفرانس چند روزه برگزار میکنیم، متخصص فرستنس شما بیان بگن آقا ما چه چیزایی رو باید در فرستنسی ایران، منابع ایرانی و منابع اسلامی در نظر بگیریم. کلا همه این نشد، رفتن میستو دانشگاه الازهر یه همایش برگزار کردن، اونه فرستنس های مصری و کشور عربی اومدن و مثلا گفتن که باید به این چیزا هم توجه کنید تو منابع عربی، مثلا تو فارسی ها و اینا موند. خب الان RDA اینترنشنال واقعا، ولی آنگلیکن نه، واسه اینترنشنال نیست، محصول انگلیسی هم بکنید. حالا بحث اینه بچه ها، چون مارک 21 بر اساس قواعد آنگلیکن بود، یه سری کشور رو ما قواعد فرستنسی خود رو مثلا مثل ژاپن خودش قواعد فرستنسی داره، مثل روسیه که البته خیلی خاص نیست، خیلی خاص نیست، ولی برای خودش داره، البته بیشترم که رده بندیه.